فصل 16. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم. اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی. ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما میگویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید. اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. و وقتی او می آید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید. و واقعیت مکافات با آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. بعد از مدتی دیگر مرا نمی بینید ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند چرا او می گوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید؟ چون به نزد پدر می روم؟ مقصود او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند این مدتی که او درباره آن سخن میگوید چیست؟ ما نمیدانیم درباره چه چیز صحبت میکند. عیسی فهمید که آنها میخواهند در این باره از او چیزی بپرسند. پس با آنها گفت من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما عشق خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی خود را فراموش می کند به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور. اکنون غمگین و ناراحت هستید ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمیتواند این شادی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد بلکه واضح و پی پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی.
ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می‌دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی پاسخ داد: آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید ساعتی می‌آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می‌شوید و به خانه‌های خود می‌روید و مرا تنها می‌گذارید. با وجود این من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم.